آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. از زمانی که همیهنان گرامی بختک جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران افتاد و روزخانها و عرازل و اوباش حاکم شدن بر سرنوشت میهن ما، ما صحبتهای بسیاری از معجزات الهی که شامل حال فقط جمهوری اسلامی و روزخانها شده و اینکه در تبس خداوند طوفان به راه انداخت برای اینکه آمریکایی ها رو بکشه چون اونها قصد حمله به ایران داشتن، تا 72 تن کسانی که تعدادشون 150 تا بود ولی برای اینکه با 72 تن در کربلا همخوانی داشته باشه، برای اولین بار جمهوری اسلامی تعداد کشته شده ها رو آورد پایین. و جالب اینجاست که هنوز اصلاحاتچی هم همینه میگن و سیدالشهدا یعنی آقای بهشتی رو کردن امام حسین و اون 72 تن رو هم کردن تو کربلا توی خیمه امام حسین. تا به حال هر اتفاقی که افتاده جمهوری اسلامی مال برداری کرده و اگر این جریانات که میتونه سیل باشه، میتونه نمیدونم شکستگی سد باشه، که در اوایل اگه خاطرتون باشه در دربند یهو یک سیلی آمد و بسیاری از خانه هایی که در خیابان های اطراف بود شست و برد و تا بازار تجریش آمد و اینا گفتن که یک جریان آبی بود که ناگهان سرازی شد، نگفتن که سپاه پاسداران یه سدی ساخته اون بالا و آب رو جمع کرده و چون سد آبکی بوده ناگهان سد شکسته و این خسارات جانی و مالی رو به وجود آورده. تعدادی بسیاری کشته شدن، خانه های بسیاری از بین رفت و اینا فوری مالکشی کردن و هیچ صحبتی نکرد. جنگ ایران و عراق پیش آمد، این آدم های قدر قدرتی که هی رفتن پیش امامشون گفتن آقا ما به شما قول بدیم، قول میدیم قوای اسلام به زودی نه تنها صدام حسین رو جارو میکنه، بلکه شاه حسین و نمیدونم صهیونیستا و همینطوری میکوبیم و میریم جلو. بعد عاقبت با 1 میلیون کشته و زخمی و نابودی بسیاری از شهرهای میهن ما و 1000 میلیارد دلار به گفته آقای هاشمی رفسنجانی به میهن ما خسارت وارد اومد، بعد آقای رهبر روزخانها آقای خمینی جام زهر رو سر کشید، تموم شد. گفت من از حیثیت و آبروم در نزد خداوند مایه میذارم. همین، اگه شما بگی یک نفر از اون کسانی که باعث شدن 1 میلیون نفر در میهن ما کشته و زخمی بشن، میلیون ها نفر آواره شدن و شهرک ها و شهرهای بسیاری نابود شد، یک مأمور رژیم رو اینا آوردن به جرم تعلل در انجام وظیفه، نمیگم حالا خیانت و اینا رو میذاریم کنار، اصلا همچی چیزی نبود، و یه پاداش به اینا دادن و این بود که دیدن خب جنگ رو که باختن، حالا مردم در این جنگ باخته شروع میکنن یقه این روزخانها رو گرفتن که شما غلط کردید. اگر عرضه اداره یه جنگ رو نداشتید، یک ملتی رو بسیج کردید و به روز سیاه نشوندید. اولش که گفتن نعمته، جنگ نعمته و در وصف نعمت خداوندی در جنگ ریز و درشت این آخوندا و روزخانها روزه خواندن، همینطور جنازه آوردن، هنوزم جنازه میارن، هی میگن شهدای زمانی. حالا آمدن افتادن به جان زندانیان سیاسی که نسق بکشن از ملت ما
و ملت بدونن حالا که اینا جنگو باختن، حالا که اینا نشان دادن نه ارق ملی دارن نه شعور دارن و نه برنامه ریزن. اگرم شما در جبهه ها پیشرفتای دیدید، حاصل تعلیمات افسران ارتش رژیم طاغوت به قول اینا بود، نه اینا. اینا که بچه های ما رو رو مین ها می فرستادن که حتی اولاغ ها نمی رفتن، اولاغ رو آوردن چند تا اولاغ که برن رو مین ها، نمی رفتن اولاغ ها. این بچه های 14-15 ساله رو گسیل می کردن روی مین ها که یک جنرال عراقی بعد از سقوط صدام میگه من بارها و بارها شیعه بوده، میگریستم به خاطر این همه کشتارای وحشیانه. بعد جام زهر رو سر کشیدن و افتادن به جون زندانیان و کشتار سال 67. تعداد بیشماری بالای 5000 نفر تا 10000 نفر بچه های ما رو تو زندان ها با هر عقیده سیاسی اعدام کردن با یک فرمان سه خط و نیمی از آقای رئیس روزخانهای اون زمان. نسق بکشن از مردم که ببینین سرنوشت کسانی که غر میزنن اینه. و بعد معلوم شد اینا زمانی که جنگ رو داشتن میباختن، از همون زمان این طرح رو با حضور آقای رفسنجانی، همین روزخان بزرگ، رهبر روزخانها، آقای موسوی، آقای خمینی، آقای نمیدونم لاجوردی و این جیانیان در هر دو جناح نشسته بودن تحریزی کرده بودن برای اینی که مخالفین رو از بین ببرن، چون میدونستن اینا دارن جنگ رو از ماها قبل میدونستن دارن میبازن و اگر بیاد خمینی بگه جام زهر رو سر کشیدم، مردم میریزن تو خیابونا قیام میکنن. گفتن خب یه کاری بکنیم که مردم خفه شن و بدونن ما این کار میکنیم. حداقل اگه همه مردم نمیدونستن، خانواده های کسانی که اعدام شده بودن و اونها ممکن بود بگن بچه های ما تو زندان های شما هستن، اونا رو خفه کنن. ولی خبر به گوش همه رسید، هم یعنی ایران کشتار آخوندها بر مردم ایران روشن شد. خون ناحقی که در زندان های ایران ریخته بود یقه خود مله ها و روزخانه ها رو گرفت و هرگز این خونها فراموش نمیشه. حالا هر بار هر اتفاقی که در ایران افتاد، این روزخانها گفتن امتحان الهی بود. طوفان شد گفتن امتحان الهیه. حتما بدونی نماز شب نخوندی، مال یتیم خوردی به مردم ها، نه خودشون، کاری کردین که خداوند خشمش گرفته، عفاف و حجاب رو رعایت نکردید، شروع کردن مزخرفگویی و آیه و روایت درست کردن. تو این کار میدونید که اینا استادن، استادشون هم اون مجلسی ملعونه که هزاران روایت مسخره آورده در کتابش و اینا همه تابع اونه. حدود 1 میلیون خورده ای فقط از امام جعفر صادق روایت آورده. یعنی اگر شما عمر امام جعفر صادق رو از ساعتی که به قول اینا، وقتی که خب آقای خامنه ای رئیس روزخانها در موقع تولد میگه یا علی، امام صادق نمیگه، حدود 1,700,000 روایت از امام صادق آوردن که اگر از ابتدای تولدش، روزی که متولد شده تا روز مرگش حساب بکنید، تقریبا روز 1,000 تا آیه گفته، یا حالا قلوبه روزی 200 تا 300 تا گفته. و من نمیدونم ایشون کارکاسبی نداشته، ایشون زندگی روزمره نمی کرده، ایشون برای تأمین زندگیش کار نمیگه، چون اینا میگن، میگن حضرت علی صبح تاشون کار میکرده، کار کشاورزی میکرده و همه امامان این کار میکردن. خب کسی که روزی 300-400 تا روایت و آیه صادر میکرده،
آخه این بالاخره باید کار کاسبی هم داشت، به زن و بچهش هم میرسید، جواب مراجعین هم میداد. حالا هر اتفاقی که افتاد، یه روایت آوردن، یه آیه آوردن و به مردم گفتن تقصیرکار شما بودید. و یه مسئله دیگه، از یه دید دیگه، چند وقت قبل بود که حدود یک سال اینا گفتن آقا نه آمریکایی‌ها، نه اروپایی‌ها، نه تمدن باسمه‌ای غرب، اینا هیچ کدوم به داد مردم دنیا که طالب عدالت، برابری، توحید هستن نمیرسه. بنابراین مدیریت جهانی رو ما باید به عهده بگیریم. این ماییم که صلاحیت داریم مدیریت جهان در جهان مدیریت کنیم. همه تون یادتونه، اینا من از خودم در نیورد. خب سیل اومد، زلزله شد، برای همه اینا بهانه و مستمسک داشتن. حالا زلزله اومده با 6.2% ریشتر، شیش ریشتر. آقای عکاشه پدر زمینشناسی ایران میگه با این درجه زلزله حتی یک نفر نباید بمیره. آقای عکاشه کسیست که سازمانهای جهانی، نهادهای بین‌المللی راجع به نظراتش بسیار دقت میکنن، چون او تمام عمر در ایران بوده و تمام گسلهایی که منجر به زلزله میشه همه رفته بازدید کرده و حرفاش تقریبا همه درست بوده. آقای عکاشه میگه زلزله، حالا از نقاط دیگه، از ترکیه شروع میکنیم، میاد از آذربایجان ایران عبور میکنه، میاد به طرف قزوین، میاد بعد شمال ایران، میاد به طرف قزوین، بعد میاد به تهران، از تهران میره به طرف خراسان و از خراسان میره طرف پاکستان و افغانستان و جای دیگه و چند شعبه میشه و میگه تهران و کنار البرز روی گسل اصلی هستن. و همین دو روز سه روز قبل در یک مصاحبه گفته من به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردم که اگر زلزله‌ای که قابل پیشبینی الان، چون بعد از این زلزله ها و پس زلزله هایی که داره میاد در آذربایجان شرقی احتمالاً این دوره بعدیش در تهرانه، با بناهایی که در تهران، سازه هایی که در تهران شاهد هستیم، اگر در تهران یک زلزله 7 ریشتری یا بیشتر، 7 خورده‌ای بیاد، 2.5 میلیون نفر همون لحظات اول میمیرن. من اینا رو نمیخوام بگم بترسینا، نه، فقط میخوام بگم هوشیار باشید. 2.5 میلیون هم زخمی میشه. میگه من بارها اینا رو گفتم و گفتم در ساخت و ساز ساختمانهای تهران باید دقت بشه. حالا ما که دائم داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، یعنی همین روزخانها و اراذل اوباش که ما موشکای میانبرد و بلند پرواز رو نمیدونم به طور انبوه تهیه کردیم، میانبرد، زمین به زمین، زمین به هوا، زمین به دریا، موشکای با برد 2000 کیلومتر میتونیم اسرائیل بزنیم، اروپا رو بزنیم، همه اینا. شمایی که میگین این ناوهای هواپیما بر لگنچست، آقای سردار نقدیتون میگه، اون سردار قوچلیتون، آقای حسن فیروزآبادی بیتار دامپزشک، میگه به ترکیه بذار موضوع سوریه تموم بشه، یعنی بشار اسد محکم بشه، بعد میایم سراغ شما که حالا حبشو پس گرفته، که فریاد اردوغان و اینا رو برد بالا. یه همچین سرداران محترم ارتش به اضافه روزخانها یه زلزله 6 ریشتری رو نتونستن مدیریت کنن و این مردم با شرف ما بودن، با هر عقیده. اینو بارها گفتم همینان گرام، یادتونه گفتم آقا در ایران وقتی که گزمه های رژیم روزخانها و این اراذل اوباش به مردم حمله میکنن، اون مردم شرافتمندی که درهای خونه شون رو باز میکنن
به روی بچه های ما که در حال فرار هستن، چون مشت در برابر گلوله است نمیشه که. نمیپرسن دم در شما طرفدار رضا پهلوی هستی، شما طرفدار مصدقی، شما طرفدار ایدئولوژی کمونیستی هستی، شما به کمونیسم ایراد داری، اعتقاد داری، هیچ این چیزها رو نمیپرسن. درها رو باز میکنن، همه رو راه میدن. چرا؟ برای اینکه همه عضوی از آحاد مردم ایران هستن، همه یک ملت واحد هستن. وقتی که یک کرد هم میهن ما رو میکشن، هزاران ایرانی عزا میگیرن، اعتراض میکنن، گریه میکنن، همبستگی به خرج میدن با خانواده هاش و با دوستانش، و همینطور یک بلوچ، همینطور یک آذری، همینطور یک خوزستانی. اونا به ما یاد میدن اتحاد یعنی چی. اونا به ما یاد میدن که آقا شما در این شرایط بسیار خفقان آور میهن که این روزخان ها درست مثل اوائل اسلام به وجود آوردن، ما محتاج به اتحاد هستیم. حالا این مردم شرافتمند میهن ما همه گروه گروه بعد از این زلزله، چون میدونستن ملاها و روزخانها مطلقا دنبال کمک به مردم نیستن، آمارای بیخود میدن راجع به اینی که ما به زودی برای اینا خونه های بسیار لوکس میسازیم، نمیدونم مبلش میکنیم، برای هر گوسفندی یک دونه آخر مخصوص با موکت درست میکنیم. اینا رو مردم ما از فوتن، فوت آبن به قول قدیما، همه رو میدونن و به میزان کارایی این روزخانه ها واردن. شروع شد به محض اینکه این زلزله آمد. دیروز من دیدم تو یکی از این برنامه ها، اتفاقا پریروز پخش کردیم، یه ملا اومد بالای منبر و گفت هیچ به امید دولت نشین، اینا خودتون اقدام کنین، این امتحان الهیه و خداوند بدونید یه کارایی کردین که خشمش گرفته. اما من نمیدونم این خداوند چرا خشمش به این ور نمیگیره، به این جانیا، به روزخانها، به اراذل و اوباش که مردم ما رو میزنن، جیباشون از ثروت مردم ایران پر میکنن، بعد سرازیر میشن در بهترین نقاط دنیا از جمله در اینجا، همینطور دارن خونه میخرن، ویلا میخرن، زمین میخرن. بیاین در کالیفرنیای شمالی و جنوبی تا بهتون بگم چه خبره. میبینید صدها وکیل درست شده برای اینکه کمکای 500 به بالا رو، کسانی که 500 هزار، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون دارن، خب اینا هم بالاخره کارشونه، ایرادی به اینا نیست، ولی معلومه مراجعه کننده زیاده دیگه. خب اینو خیال میکنی مردمی که خونشون میپوشن، کلیهشون رو میفروشن، یا زندگیشون، دختراشون میرن به فحشا کشیده میشن برای اینکه زندگی خانواده رو بگردونن، اینا میان 500 هزار دلار بدن بیان تبع آمریکا بشن؟ نه، اینا مثل آقای خاوری میمونن، مثل آقای رفسنجانی میمونن، مثل بقیه اراذل اوباش میمونن که خون ملت رو مکیدن، پولای اون مردم رو برشتن، فرار کردن، اومدن بیرون. مردم ریختن توی این مناطق و شروع کردن کمک کردن. یه آقایی هست که یک نهاد غیر دولتی ملیه به اسم حیان، من خوندم دیشب، این آقا اومده گفته در 50 سال گذشته سابقه نداره مردم میهن ما اینقدر فداکاری بکنن، با اتوبوس، با دوچرخه، نمیدونم از اون مناطق نزدیک، یا با اتوبوس اتومبیل سواری پر بکنن لباس و خاروبار و دارو و اینا بیارن، طوری که ما انبارامون هم در تهران هم در تبریز پر شده، نمیتونیم با وجودی که هی میبریم میدیم نمیرسیم. بسیاری از قهرمانان فوتبال که آدم در این حال که بهشون انتقاد داشت باید ازشون تجلیل کرد، بسیاری از کشتیگیران ما، اینا بلند شدن رفتن در محل، شروع کردن کمک کردن به مردم. مقامات دولتی که در 24 ساعت اول خواب، صدا و سیما کمدی نمیدونم خنده بازار رو پخش میکرده. آقای رئیس جمهور محترم شورای نگهبان و
روزخان بزرگ که سوار هواپیما شد با ایل و تبار یک هواپیمای 200 خورده نفری رو پر کردن بردن مکه معظمه، چون میدونه ملک عبدالله ساعت طلا و اینا میده، همه رو بردن. بعدم افتخار ایشون این بود که ملک عبد، ببینید ما به کجا رسیدیم، ملک عبدالله دستشو بگیر بتمرگ بغل دست من، ببینید ما به کجا رسیدیم. همین در کنفرانسی که رفیق صمیمی اینا اون جانی بزرگ بشار اسد رو محکوم کردن، انداختنش بیرون از کنفرانس اسلامی. این کار سیاسی مملکت شده. حالا سپاه پاسداران یه شامه تیزی داره مثل سگایی که کنار فرودگاه میذارن که کی تریاک میاره کی حشیش میاره، حالا خوچو میذارن، آلمانی ها خوچو میذارن، میگن خوچ بسیار باهوشتره. اینا تشخیص دادن که ها الان پول تو مناطق زلزله زده است. تا دیروز هم اعلام کردن ما کمک خارجی احتیاج نداریم. تا سپاه پاسداران تمام مناطق رو تحت کنترل گرفت، خبرنگارا رو بیرون کرد، عکاسا رو بیرون کرد، گفتن حالا کمک‌های خارجی آزاده. برادران سپاهی اراذل اوباش، دوستان صمیمی آخوندا و روزخانها، الان از این فاجعه انسانی که پیش آمده همینان گرامی بسیار بهره برداری خواهند کرد. بسیار بهره برداری خواهند کرد. چرا که یه محل درآمد دیگه. امروز با دو تا از همیهنانمون گفتگو میکنیم. اول حسن زارزاده اردشیر. او خودش آذریه، مثل من که قسمتی از خانوادم آذری. انسان شریفی که زندانی این رژیم بوده، جزء دانشجویان فعال بوده. همه شما حسن زارزاده اردشیر رو میشناسید. اعلامیه صادر کردن بعد از این فاجعه انسانی در آذربایجان شرقی و برای من فرستاده بود. متاسفانه من تمام ایمیلامو هک میکنن همینان گرام. این ایمیلی هم که الان اومده این زیر تصویر من، باید خواهش کنم سامان بردارن، برای اینکه همه رو هک کردن. من اصلا دیگه ایمیلی در دریافت نمیکنم، برمیگرده ایمیل. اصلا برای من ایمیل نفرستی. و یه خواهشم دارم، من تو فیسبوک هم نیستم، همین نه وقتشو دارم و نه واقعا فرصت این کارا رو دارم. بنابراین اگه کسی با من کار داره باید برم یه چاره دیگه بگیرم دیگه، نمیدونم چیکار کنم. حالا صحبت میکنم با حسن زارزاده اردشیر همین میگم راجع به این فاجعه. اعلامیه دارن که من در روزهای آینده این اعلامیه رو خواهم خون. خیلی خلاصه و مفید خواهش میکنم از آقای اردشیر گرامی، چون من بعد بعدن با آقای نقره‌کارم صحبت بکنم راجع به این مسئله صحبت کنم. آقای اردشیر درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی عزیز، خیلی ممنونم که این فرصت فراهم کردید. واقعا هموطنان ما نیاز به کمک دارن و من از لحظه که این خبر رو شنیدم خیلی متاسف و منقلب شدم. من از این دیار هستم و محل صدور شناسنامه من هم اهل هست و خیلی از اقوامم و دوستانم در اونجا هستن و تعدادی از اقوام دور رو هم از دست دادیم اونجا و در حال فرق نمی کنه، همه هموطنان ما هستن و احساس مسئولیت باید بکنیم و کمک بکنیم. از اول همین هفته ما جمع‌آوری کمک رو شروع کردیم در مرکز بین المللی حقوق بشر که مرکز اون در تورنتو هست. از روز گذشته هم عده زیادی از جوانها به صورت داوطلبانه در میادین شهر در تورنتو شروع کردن به جمع‌آوری کمک و تعدادی از دوستان ما در شهرهای دیگر هم به همین صورت دارن کمک میکنن که ما مبالغی جمع بکنیم و برای زلزله زدگان در داخل کشور بفرستیم. خیلی از هموطنان به ما تماس میگرفتن همون روزهای اول که شما امکاناتی دارید برای کمک و چرا اقدام نمیکنید، ولی خب در این حال ما خودمون هم تو فکر این بودیم که شروع بکنیم. یکی دو روز طول کشید ولی یک سری مشکلات حقوقی ما داشتیم، مشکلات اداری داشتیم، چون ارسال پول به داخل کشور یه مقدار از خارج الان به خصوص از آمریکا و کانادا به خاطر تحریم‌ها مشکل شده، ولی خوشبختانه این مسئله مرتفع شد و ما با دولت کانادا هم که صحبت کردیم کمک‌هایی که از نقاط مختلف دنیا میتونیم جذب بکنیم رو بر اساس مجوزی که میتونیم بگیریم و داریم به داخل کشور میتونیم ارسال بکنیم. و از اونجایی که ما در این شهرهای زلزله زده امکاناتی داریم و
تماسای مستقیمی داریم، افراد اونجا هستن که دارن کمک میکنن و میتونن این کمک ها رو منتقل بکنن، مستقیم به اونا خواهیم فرستاد تا این کار انجام بدن، چون ما این امکانات رو در اختیار داریم. از طرف دیگری سازمان های مثل صلیب سرخ هم این کار رو میکنه ببخشید صلیب سرخ هم این کار رو میکنه، ولی ما در سالهای گذشته به ویژه در زلزله ایبم تجربه شد که خیلی کمک ها دیر میرسید از این سازمان ها، و از طرفی هم در صلیب سرخ داخل کشور متاسفانه افرادی هستند که به خصوص با نفوذی که سپاه پاسداران داره کمک ها رو به درستی منتقل نمی کنن. بنابراین ما تلاش کردیم که تا حد امکان به هیچ عنوان هیچ کمکی به دست دولت و مقامات دولتی نرسه و مستقیما در اختیار مردم قرار بگیره. من خودم اون منطقه رو به خوبی میشناسم و تمام تلاشمون اونه که یه مقداری سعی بکنیم به مناطق اطراف و محروم بریم، به خصوص روستاهایی که ویران شدن و بسیاری از سکنه خودشون رو از دست دادن. شهر مهمی مثل ورزقان متاسفانه که زلزله نابود کرده بسیاری از خونه ها رو اونجا، یک بیمارستان نداره و بیش از 40 تا امامزاده داره اونجا. یکی از بحثای ما اینجا این هسته بتونیم در بلند مدت با جمع‌آوری کمک در ورزقان یک بیمارستان احساس بکنیم، و این مردم هستن که میتونن این کار بکنن، و متاسفانه جمهوری اسلامی اهمیت قائل نیست به جون مردمش. اگر پیام های تسلیت بعضی مقامات رو شما بخونید، مثل همین رئیس دانشگاه آزاد فرهاد دانشجو، وقتی من دیروز نگاه میکردم واقعا نمیدونستم به این پیام بخندم، گریه بکنم، چیکار بکنم. فقط تأسف میخوردم که یک چنین انسانهایی دارن در اون کشور حکومت میکنن که پیام تسلیتش یک مش معذرت میخوام اراجیفی بود که اصلا به زلزله ربطی نداشت، و حتی تلویحا گفته بود که این زلزله حق اینهاست، اصلا خدا این رو نازل میکنه، این اتفاقات میفته. یه چیزی اصلا عجیب غریبی واقعا من موندم اصلا چجوری توصیف کنم برای هموطنان عزیزمون. در هر صورت این خود ما هستیم که باید به فکر خودمون باشیم. در دراز مدت چنین هدفی داریم، در کوتاه مدت قصدمون این هستش که بتونیم به زلزله زدگان کمک های بهداشتی، دارویی و پتو و خوراکی برسونیم. برای این کار مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم جمع‌آوری کمک مالی، چون فرستادن مواد از اینجا خیلی دشوار هست و زمان بر. این امکان رو فراهم کردیم که از طریق وبسایت کسانی که در سراسر دنیا هستن با کردیت کارت یا پیپل به ما کمک بکنن و یا چک به آدرس دفتر مرکزی ما در تورنتو بفرستن، و یا اینکه شماره بانکی ما در وبسایت ما هست میتونن حواله بانکی بفرستن. یعنی از این سه طریق میتونن کمک بکنن. در بعضی شهرها هم به صورت حضوری داریم این کار رو انجام میدیم. در خود تورنتو هم همین شنبه 11 صبح در برابر پلازه ایرانیان جمع خواهیم شد که تعدادی از نمایندگان مجلس هم میان اونجا صحبت میکنن. شنبه هفته آینده هم 4 بعد از ظهر در یکی از سالن های شهرداری نورتیورک جمع خواهیم شد که حالا اطلاعات اون رو بعدن خواهم داد. اونجا هم تعدادی از مقامات حضور خواهند داشت و به هر حال دست به دست هم بدیم که این کمک ها رو جمع بکنیم و به داخل بفرستیم. یه نکته ای هم سریع عرض بکنم آقای فرجی، که در واقع این کمک ها از طریق مرکز بین المللی حقوق بشر جمع آوری میشه. یعنی یک مردم با یک نهاد ثبت شده و رسمی طرف هستن که از دولت مجوز داره، کمک هایی که جمع میکنه رو ریپورت میکنه، گزارش میده، و کمک هایی که به داخل ارسال میشه رو در وبسایت خودمون بعداً درج خواهیم کرد. لینکی که مردم میتونن به اون مراجعه بکنن به وبسایت مرکز بین المللی حقوق بشر، در وبسایت کمیته دفاع از زندانیان سیاسی هم گذاشتیم که دوست عزیزمون سامان حتما در تصویر گذاشته. اونجا مراجعه بکنن و لوگوی این کمک به زلزله زدگان سمت راست هست، کلیک بکنن اطلاعات لازم رو اونجا میتونن دریافت بکنن، یا اگر مشکلی دارن در نحوه پرداخت میتونن به ما زنگ بزنن و اطلاع بدن. بسیار سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی، که تا روزهای آینده که برنامه من مجددا از دوشنبه شب شروع میشه تا پنجشنبه مثل روال عادی همیشگی، من باز هم با شما صحبت خواهم کرد. سپاسگزارم از شما فرجی. اگر منم نرسیدم خواهش می‌کنم شما این رو اعلام بکنید که مردم
از این راه کمک بکنم. چشم، حتما. بسیار سپاسگزارم آقای اردشیر. خب همیانان گرامی، گفتگوی بعدی من با آقای دکتر مسعود نقره‌کار هست. دکتر نقره‌کار یک محقق دکتر نقره‌کار یکی از کسانی است که در مسائل مربوط به ایران، همیهنان گرامی، تحقیقات بسیار کرده. راجع به مسائل سیاسی کتاب‌های متعددی نوشته که من یه روز باید راجع به این کتاب‌های دکتر نقره‌کار با خودش صحبت بکنم. متأسفانه هر موقع ما صحبت می‌کنیم دیگه فرصت این کار پیش نمیاد و دکتر نقره‌کار خودش هم اشاره نمی‌کنه. در هر صورت دکتر نقره‌کار گرامی، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. آقای دکتر نقره‌کار، من دلم می‌خواست راجع به مسائل زلزله آذربایجان هم با شما صحبت می‌کردم، ولی واقعاً فرصت این کار الان نداریم. میپردازیم به اصل مسئله. من با تلفن که با شما صحبت میکردم، شما به من گفتید که این مسئله کشتارای سال 67 اخیراً در ایران بین این جناهای مختلف دوباره مسئله روز شده و اینا، اشاره کردید که یکی از این سایت ها شروع کرده راجع به این مسئله مقاله نوشتن و فحاشی کرده به شما، به آقای مصداقی و به بسیاری کسانی که در خارج در این زمینه فعالیت میکنن. میشه برای ما توضیح بدید که چیه این مسئله؟ بله، عرض به خدمتتون که خبرگزاری فارس هفته گذشته مطلبی رو منتشر کرد، البته به بهانه پرداختن به آنچه که در دادگاه ایران تریبونال مطرح شده بود، اما در اساس پرداخته به مسئله کشتار بزرگ سال 67. این مطلب همونطوری که گفتم هم در خبرگزاری فارس منتشر شده بود، منتها گویا در کیهان شریعت مداری و برخی از روزنامه‌های مشابه هم و سایت‌های مشابه انتشار پیدا کرده بود. فردی به نام سید محمد مهدی پیامبری که خودشو مسئول کمیته حقوق بشر مؤسسه راهبردی دیدبان، ملاحظه کنید که چقدر عنوانش متوله، خودشو با چنین عنوانی معرفی کرده، این مطلب رو نوشته و در واقع تلاش کرده به قول خودش بررسی حقوقی اعدام ها رو و این کشتارها رو به ویژه کشتار سال 67 رو از منظر حقوق بین الملل بهش بپردازه. خب ضمن این که به این نکته اشاره داره، به پایگاه برهان هم اشاره میکنه. میدونید که پایگاه برهان یکی از پایگاه‌های تحلیلی تبیینی حکومت اسلامی است که عده‌ای از تحلیلگرای حکومت اسلامی با تیتر‌های دکتر و مهندس و پروفسور و اینا توی این سایت کار میکنن و در واقع کارشون دلیل تراشی و برهان تراشی برای جنایاتشون، کثافت‌کاری‌های حکومت اسلامی است. در واقع پایگاه مالکشی است. خیلی حضور میخوام به جایی که پایگاه برهان باشه. بله بله. ایشون اشاره میکنن همینطور به این پایگاه که اون پایگاه هم تلاشش این است که در همین هفته هایی که ما توش هستیم و مصادف هست با سالگشت کشتار بزرگ، به بررسی حقوق اعدام ها از منظر حقوق بین الملل بپردازه. نکته مهمی که در این مطلب هست این هستش که جدا از حواشی که داره و به هر حال توهین هایی که کرده، مسائلی که عنوان کرده که به گمان من فاقد ارزش پرداختن هست، نکته ای که در این مطلب هست و خب میدونید خبرگزاری فارس هم به هر حال خبرگزاری مهمی است و همینطور اون پایگاهی که بهش اشاره کردم، اعتراف به نقش کلیدی آیت الله خمینی در کشتار بزرگ سال 67 است. میدونید که اصلا پرداختن به کشتار بزرگ سال 67 و نقش خمینی در آن در داخل ایران به عنوان یکی از خطهای قرمز و از مرزهایی بود که معمولا بهش نباید نزدیک میشدن. بله. ما در خارج کشور خیلی به این مسئله پرداختیم، ولی در داخل کشور عنوان نمیشد که فتوای چنین جنایتی رو خمینی داده و یا اصلا راجع به کشتارهای 67 به این شکل که خبرگزاری فارس بهش اشاره کرده بهش پرداخته بشه. ایشون در این مطلبشون تأکید میکنن که
کشتار سال 67 با فتوای به قول ایشون نجات بخش آیت الله خمینی انجام شد و این فتوای نجات بخش باعث شد که زندانیان و دستگیر شدگان منافقین در واقع از بین برن، کشته بشن. و باز ایشون تأکید میکنن که این فتوا و این اعدام ها به لحاظ حقوق داخلی و فقهی اصلا جای شبهه و تردیدی درش نیست. بله. و حتی از نظر حقوق بین الملل هم مشروعیت داره. نه اصلا بی خود کردن اینا، سازمان ملل متحد یه مدال ندادن به آقای خمینی و این جانی های دیگه. این مقاله به گمان من این مطلب بسیار مطلب جالبی است. ایشون همینطور توجیهاتی رو ردیف میکنن برای اینکه نشون بدن که این فتوای نجات بخش هم به لحاظ حقوق داخلی و فقهی هم بین الملل چه مشروعیتی داره. یکی از توجیهاشو من اشاره میکنم. ایشون میگن این فتوا برای این بوده که خلق، مجاهدین خلق که در زندان ها بودن اعدام بشن و اینا حقشون بوده اعدام بشن. دلیلش هم این هستش که ثابت شده، حتی ایشون خودش تلاش میکنه ثابت بکنه که مجاهدینی که در زندان ها بودن با عملیات نظامی که مجاهدین در مرزها انجام میداده هماهنگ بودن و دست داشتن در اونها. چجوری؟ شما بله، شما در نظر بگیرید زندانیانی که سالها در زندان بودن، محکوم شده بودن، دوران زندانی خودشون رو میگذروندن، از پشت اون حصارها با در واقع عملیات سازمان مجاهدین هماهنگ بودن. ضمن اینکه ایشون فراموش میکنن که کمونیستا چی؟ همدن فراموش میکنن. بله. که بسیاری از اعدام شدگان اصلا مجاهد نبودن. و همینو میگم. بسیاری از بله. اعدام شدگان مخالف در واقع مجاهدین و سیاست‌های مجاهدین بودن. منظور من این هست در این نوشته تلاش‌های زیادی شده. البته هی فکت میارن از نمیدونم حقوق کیفری بین الملل فلان اینا که نشون بدن اصلا این فتوای نجات بخش یک فتوای در واقع همونطوری که گفتم حقوقی و هم به لحاظ بین المللی هم به لحاظ فقهی قابل توجیه است. اصلا میتونستن آقای دکتر نقرکو اصلا میتونستن فکت بیارن که در اعلامیه حقوق بشر هم این موضوع اومده اتفاقا. من والا این وقاحتی که در نوشته بله. ایشان هستش بله. که البته در نوشته های اکثر اینها هست بعیدم نیست. منتها یه نکته ای رو که این مقاله به گمان من داره این هستش که طرح مسئله کشتار سال 67 به این شکل بعد از سالها در ایران و اون هم از سوی خبرگزاری فارس و نمیدونم پایگاه برهان و اینها نشون میده که واقعیتش اینه کشتار سال 67 یقه اینا رو گرفته. بله همین. و این حضرات نمیتونن، متوجه شدن با توجه به فعالیتایی هم که در خارج کشور میشه، نمیتونن در واقع از زیر این ماجرا فرار کنن و خود همین این به نوعی اعتراف هست و تلاش حقوقی هست. خود ایشون هم میگه که خیلی از حقوقدانای حکومت اسلامی تلاش حقوقی میکنن تا یه توجیه و دلیلی برای این کشتار بتراشن و خب این به گمان من نشون میده که فعالیت هایی که در خارج کشورتون رابطه شده و میشه یا حتی در داخل کشور واقعا نتیجه داره میده و اینها مسئله کشتارها رو به ویژه کشتار سال 67 رو جدی تلقی میکنن. من قبلا هم اشاره کردم تو برنامه شما کشتار سال 67 خب تنها کشتار حکومت اسلامی نبوده. درسته. منتها کشتاری است که خود اینا هم میدونن، کشتاری است به قول قدیمی ها محکمه پسند، یعنی دلایل زیادی وجود داره برای ماها، برای اپوزیسیون، که واقعا این کشتار رو به عنوان یک کشتاری که هیچ دلیل حقوقی، حتی دلیل فقهی و هیچ دلیل حقوق بین المللی برای توجیه چنین کشتاری وجود نداره. و خب سندی مثل سند فتوای جنایتکارانه یا آیت الله خمینی یا توجیهی که همینجور در مورد مجاهدین الان مطرح میکنن، اینها هیچ کدومشون نمیتونه فلواقع در هیچ محکمه‌ای مورد قبول واقع بشه. این هستش که اینها امسال به گمان من وارد یک کارزاری شدن برای اینکه
در مقابل تلاش هایی که اپوزیسیون میکنه و یا خانواده قربانیان میکنن و محافل بین المللی در واقع بیان تو میدون و سعی بکنن توجیهاتی برای این کشتار دست و پا بکنن. دکتر نارکار عزیز، ببینید اینا خیلی سعی کردن تو که شما به درستی اشاره کردی که اولا این مسئله رو بعد از این تبلیغات که در اول از خود مردم میهن ما شروع شد، یعنی خانواده هایی که عزیزانشون رو از بین بردن، اینا با وجود که یکی دوتاشون اعدام کردن دائما اینا رو کتک زدن در خاوران، سعی کردن جلوی اینا رو بگیرن، توجه کسی جلب نشه، ولی اونا با مداومت، با ایستادگی، با کارهایی که واقعا در خورد من نمیدونم چی آدم باید بگه تو یک همچین حکومت ترور و وحشت و سبوعیت و ددمنشی، شما به خصوص زنان بلند شدن رفتن خاوران، توهین دیدن، کتک خوردن، بسیار کارهایی که حتی غیر انسانی بود، ولی اونا رفتن کار خودشونو کردن. حالا اومدن به این نتیجه رسیدن که اونجا رو برداشتن میخوان پارک درست کنن. این در درجه اول بود. در درجه دوم در خارج از کشور این فعالین سیاسی، کسانی که در اونجا زندانی شده بودن حالا نجات پیدا کردن، خیلی هستن، از حالا میتونه آدم با نظرشون موافق باشه یا مخالف باشه، ولی اینا آمدن در خارج از کشور افشاگری کردن و این افشاگری های اینا نتیجهش این شد که توجه جهانی جلب شد. همین کنفرانسی که در لندن تشکیل شد، مثل همون جریان دادگاه بین المللی برتران راسل در مورد جنگ ویتنام، بسیار انعکاس جالبی داشت. حالا یه عده گفتن آقا اینطوری نمیدونم این کار اگه میکردن بهتر بود، در این سلیقه بود، ولی کار اصولی بود، من موافقم کاملا بود. حالا نظر شما رو نمیدونم، اما من معتقدم که این کارا خوب انجام شد و به قول شما اینا رو وادار کرد که اولا مسئله رو مطرح کنن، بعدم توجیه قلابی براش درست کنن و سعی کنن که، چون میدونی سالیان بسیار اینا سعی کردن مکتوم بمونه این قضیه و حالا دیگه همه گیر شده، همه میدونن اسامی در اومده، نمیدونم مدتی که زندان بودن در اومده. حالا دلم میخواست خیلی مختصر و مفید در این مورد اگر امکان داره صحبت کنید. بله، ببینید نقش خانواده های قربانیان که شما بهشون اشاره کردید واقعا یه نقش کلیدی بود و هست. درسته. اون شرایطی که واقعا شرایط ترور و وحشت و ترس و مرگ هست، این خانواده ها تلاش کردن که نگذارن به هر حال این خونها و این جانها همطور هدر بره. میدونید که چه واقعا فیلم هایی هست و یا گزارش هایی که خاوران هست خانواده ها انجام دادن. اتفاقا یکی از مسائلی که میشه در این دادگاه های بین المللی مطرحش کرد و به عنوان یک مسئله بسیار مهم برای محکوم کردن حکومت اسلامی است، برخورد با همین خانواده هاست. درست. اتفاقا برخورد حکومت اسلامی با خود این خانواده ها درست مصداق همون در واقع جنایتی بود که تو زندان علیه بشریت است. شما نگاه بکنید جنازه های عزیزان اینها رو در گورهای جمعی دفن کردن بدون اینکه به اینا اطلاع بدن، این خودش مسئله است. بعد حتی اجازه ندادن به این خانواده ها برای قربانیانشون مراسمی رو که باید بگیرن بگیرن. خود این یه مسئله است. حتی خانواده ها اگر در محلی هم جمع می شدن عزاداری کنن، خانواده ها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، دستگیر کردن و خود اینها همه در واقع فکت هایی هست که تکمیل میکنه اون نکاتی رو که قبلا اشاره کردیم که میشه در این به اصطلاح محکمه ها با سند نشون داد که همه اینا در واقع همون به نوعی مصداق همون جنایت علیه بشریت هستش. این نقش خانواده ها بسیار پر اهمیت بود در ایران. البته در ایران تک و توکی از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در دوره های اشارهی به کشتار 67 داشتن، ولی واقعا فقط اشارتی بود، نمیتونستن، خود همونم شجاعت میخواست. درست. ولی این که امسال به این شکل مطلب میاد بیرون و نمیدونم خبرگزاری و فارس و همونطوری که گفتم خیلی از تحلیلگرای اینا میان تو میدون که آیا یه توجیهی بتراشیم که بتونیم تو دادگاه ها بگیم این فتوای درستی بوده و این کشتارم کشتار قابل توجیهی، این نشون میده که این تلاش ها در واقع داره نتیجه میده و به امیدوارم که به ثمر بشیره. همکار من سامان الان داره صحنه‌ای از خاوران نشون میده، جایی که این جنایتکاران اومدن
بچه ها رو بردن اونجا و قبرهای دست جمعی گذاشتن. میدونید که هیچ کس نمیدونست اینجا اتفاقی افتاده و این بچه ها رو آوردن اینجا دفن کردن در گورهای دست جمعی. منتها خاوران به گمان من یکی از اسناد مهم در واقع نشان دادن ماهیت جنایتکارانه این حکومته. برای همین هم دارن پاکش میکنن دیگه، برای همین میخوان اونجا یه پارک بسازن. و خاوران میدونید ما یه دونه خاوران نداریم، با خاوران و این خانواده ها سمبولیک کردن که بله. مطرح شد و بله. عنوان شد و به حقم ما از این خاوران ها من گمان میکنم در سر تا سر ایران زیاد داریم. درست. هنوز نشناختیم، یعنی حکومت اسلامی از این خاوران ها بسیار بر جای گذاشته که خب اینها بعدها شناخته خواهند شد و کشف خواهند شد. بسیار سپاسگزارم دکتر نقره‌کار عزیز، بازم هفته آینده با شما صحبت خواهیم داشت راجع به مسائل مختلف. و من اعتقاد دارم که این دادگاهی که در لندن تشکیل شد، حالا یه دادگاه محدودی بود، این باید در سراسر دنیا با کمک فعالین سیاسی، فرق نمی‌کنه از چه گروهی باشن، مسئله اینه که بیایم یه کار جمعی بکنیم در مورد یه جنایت فجیعی که این رژیم انجام داده. این میتونه خیلی کارساز باشه، توجه افکار عمومی رو جلب بکنه. امسال در لندن بود، سال دیگه میتونه در آمریکا باشه، اون سال میتونه در کانادا باشه. اینا بسیار مؤثره. این نظر منه دکتر نقره‌کار، راجع بهش صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما دکتر نقره‌کار. من از شما تشکر میکنم. قربان شما. خب همینان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان رسید. تا برنامه آینده که دوشنبه شب خواهد بود، با همگی شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.